به نام خدای بخشنده مهربان، به نام خدای مهربان. هموطنان عزیز، باز یک بار دیگه شاهد یک انقلاب هستیم که خونهای مردم مهربان ایران داره ریخته میشه. بسیار مهمه که ما یک رفراندوم پیشرفت داشته باشیم. بسیار مهمه که ما یک رهبر خوب در این انقلاب انسانی ایران داشته باشیم که بتونیم به اون تکیه بکنیم با خصوصیت بسیار والا و با کمک اون بتونیم اهداف سازندگی خودمون رو پیاده بکنیم. چو در طاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره می باید نزور. تدبیر بر شمشیر پیروز است. چند مورد به نظرم آمد که خواستم با شما در میون بذارم و امیدوارم که این موردها سازنده باشه برای یک ایران بهتر با کمک انسانهای والا. یک مرگ یک دختر 22 ساله بیگناه باعث آگاهی و بیداری وجدانهای خیلی ها شد. ولی چرا باید یک نفر بمیره تا وجدانهای ما آگاه بشه؟ دولت که پیش ایجاد خواهد شد در ایران باید دولتی باشه که شامل این چند موردها باشه که سازنده هستن. آزادی بیان، تفاوت بیان و کلام این است که بیان دارای موضوعی است و آن موضوع یک مطلبی را پیش می آورد، ولی کلام هر چیز می تواند باشد. در نتیجه اگر از مردم این آزادی گرفته شده باشه و نتونن آزادی بیان داشته باشن، ظلم عظیمی میشه، چون بعضی از این بیان ها ممکنه بسیار سازنده باشه. آزادی دین و عبادت. هیچ کس حق نداره به کسی فشاری بیاره در انتخاب دین و رابطه خودش با خدای خودش، با خالق خودش. هیچ کس این حق نداره. خالق ما خداست. خالق پدر مادرای ما خداست. و ما باید رابطه شخصی با او بسازیم. این رابطه شخصی با خدا که خالق ماست بسیار بسیار مهمه. برای اینکه ما راهی لازم داریم در این دنیا که بتونیم به وسیله اون راه جلو بریم. ایجاد ادارات خیریه در یک دولت خوب. ادارات خیریه برای کسانی که شامل این خیریه میشن بسیار بسیار مهمه. کمک به کشاورزان. غذایی که ما میخوریم از کشاورزانه. کمک به کشاورزان و ایجاد و تعلیم اینا و ایجاد بهترین وسیله برای پیشرفت آنها و بهترسازی این کشاورزان یک اصل بسیار مهمیه.
ایجاد مؤسسات تکنولوژی خوشبختانه یا متاسفانه در راه پیشرفت‌های تکنولوژی هستیم. کشورهای مختلف در این امر خیلی از ما جلوتر هستند. پیشرفت در تکنولوژی در امور زندگی ستون اصلی سازندگی جامعه و مملکت است. اهمیت این امر به قدری زیاد است که ما می‌بینیم در امور پزشکی، ارتباطات، ساختمان، ماشینی، تدریس و کالج‌ها کشورهای دنیا در مسابقه بسیار پر انرژی و فعالی هستند. تعلیم به زندانی‌ها. زندانی که در زندان افتاده به خاطر اشتباهی که کرده، در این نمیشه که حقوق دیگری نداشته باشه. تعلیم یک زندانی در امور کاری مانند ساختمان، لوله کشی، برق، کشاورزی و و و باعث میشه که او بعد از خروج از زندان امید به یک کاری داشته باشه و این خودش یک سازندگی است. رابطه دوستانه و سازنده با کشورهای دنیا، خصوصا کشورهای همسایه، بسیار بسیار مهمه. ببینین دبی با اون مملکت چیکار کرد و ببینین ما کجا هستیم. دشمنی ناعقلانه و پوچ است. حفاظت و نگهداری از افراد مسن یک امر بسیار بسیار مهم است. چیزی که انسان‌های مسن لازم دارن حفاظت و سکیوریتی هست در پیری. حفاظت از آنها بسیار بسیار مهم است. خانواده سازی. در دین داویزم میگه اگر هر کسی جلوی خونش رو تمیز بکنه، ما یک اجتماع تمیزی خواهیم داشت. یونیت سوسایتی، واحد اجتماع، خانواده است. بزرگداشت و سازندگی خانواده و امر آن که مخصوصاً بر گردن پدر است بسیار بسیار مهم است. به هر نحوی که میشه باید به خانواده کمک کرد برای سازندگی و درس آنها. یک امر دیگه که خیلی خیلی مهمه، حذف کلیه اعمال غلط و خطرناک غیر اسلامی، غیر دینی، مانند محرم، قمه زدن، سینه زدن، به کربلا رفتن، اینها باید قطع بشه. اینها نه در دین اسلام، نه در هیچ دینی هست. خالق ما هنوز زنده است. خالق ما نزدیک به رگ گردن ماست و ما به او احتیاج داریم. چیز عجیبیه که توی خود همین قرآن میگه که ای مردم، مثالی زده شده است، گوش کنید. کسانی را که غیر از خدا میخوانید هرگز نمیتوانند مگسی بیافرند، هرچند برای این کار دست به دست هم دهند و هرگاه مگس چیزی از آنها برباید نمیتوانند آن را باز پس بگیرند. ناتوانن آنهایی که طلب می کنید و هم آنهایی را که مطلوب هستید. امام رضا با دست زن خودش با سم کشته شد و الان اومدن یک جای عظیمی ساختن و پول می گیرن، جایی که اصلا معلوم نیست که اونجا دفن شده، اصلا معلوم نیست کسی دفن شده یا اصلا کسی دفن شده باشه.
چه قدرتی داره. میان پول میگیرن، میلیون ها تومن پول میگیرن، در حالی که زن و بچه ها دارن تو خیابون ها میخوابن. این عدالته؟ و میدن به ملاها که کار نمی کنن. خدا تو قرآن میگه اعملوا فسیر الله اعمالکم، میگه عمل کنید تا خدا عملتون رو ببینه. بس دیگه، این شیعه بازی هایی که روی هیچ دینی، روی هیچ حکمی نیست، بس دیگه. بیاین این کشور رو بسازیم تا افرادی مثل مسا امینی نمیرند که ما آگاه بشیم. بس دیگه. مجلس، کار مجلس و ادارجات دولتی بسیار وظیفه گرانی دارند. سازندگی و پیشرفت یک اجتماع از طریق ایجاد راه‌ها و روش‌های متعدد و اصولی که بهره آور و هادی افراد آن اجتماع است، کار مجلس است. ایجاد نوع جدید خانه‌سازی، نوع جدید ماشین‌های کشاورزی، نوع جدید استفاده از گازهای معدنی برای سوخت و سازها، برای خانه ها و کارخانه ها. دهات هنوز در برق ندارن، آب ندارن. مردمی هستن که مانند کسانی که توی یک غار زندگی میکردن، توی خونه های گلی بدون آب و برق زندگی میکنن. تا کی؟ ایجاد راه های خوب، ایجاد افراد باهوش. ایرانی از ایران میاد بیرون و میره رئیس کمپانی یکی از بزرگترین رئیس رؤسای کمپانی آمریکایی اروپایی میشه. ما داریم مغزشو و باید استفاده بکنیم. مؤسسات تعلیم و تربیت باید محل ایجاد پژوهش ها و تحقیق های علمی در موضوعات مختلف بشه. این امر بسیار مهمه. دو هدف اصلی در ایران الان وجود داره در این انقلابی که تازه شروع شده، که ما یک دولت، یک رهبری پیدا بکنیم که واقعا دلسوزه برای این زنایی که تو خیابون میخوابن، توی باغ، توی پارک ها میخوابن، برای یک دولت عادل، دلسوز، فعال در راه پیشرفت. این اول از همه. دوم، بازگرداندن و ترمیم نام خدای مهربان است به زندگی خودمان. نه شیعه، نه سنی. این چه چیزی از اینجا، از ایران بلند شه بره کربلا؟ برای چی؟ برای چی؟ برای چه کاری؟ بازگرداندن به نام خدای مهربان بسیار مهم، سازنده است. بیایید با هم نگر بسازیم. بیاین یک کشور خوبی بسازیم که دیگر دختران بیگانه‌ای مثل دختر 22 ساله نباید کشته بشه. ممنونم از اینکه گوش کردید.